بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان و همکاران محترم، مبحث اسکلتال تروما از رادیولوژی را در خدمت شما هستیم. خب در تروما شرح حال درست و اگزامینیشن مناسب با توجه به فراموش نشدن علائم بیماران، سیمتوم های بیماران خیلی مهمه. تشخیص معمولا با یک ایکس ری ساده در بیشتر بیماران و حداقل دو تا ویو لازمه. خب در مورد معاینه حتما باید وجود شکستگی رد بشه. در مورد نوع شکستگی، پوزیشن شکستگی که تقسیم به شکستگی های سیمپل، کامینیوتد یا مرتبط با هم دیگه و سگمنتال و غیره تقسیم میشه. خب همراهی ها با جوینت افیوژن، اینجری های اپیفیزیال مهمه، همراهی با درگیری سافت تیشو مجاور، سن و زمان هیلینگ فرکچر هم خیلی تأثیر داره. خب در شکل شماتیکی که مشاهده می‌فرمایید، نورمال بون سمت چپ تصویر و مراحل هیلینگ را مشاهده می‌فرمایید. از هماتوم و گرانولیشن تیشو شروع میشه به کالوس کارتیلاجینوس یا غضروفی ادامه پیدا میکنه و بونی کالوس در مرحله بعد و مرحله آخر هم ریمودلینگ. در مورد کامپلیکیشن های شکستگی ها، دیلی یونیون یعنی جوش خوردگی دیر موقع، نان یونیون اصلا جوش نخوره، مل یونیون بد جوش خوردگی، AVN و اوسیفیکیشن های شدید ساپریوستال، میوزیت اوسیفیکان و استودیستروفی سودک. خب این یک عکس از دیلی یونیونه که همجور که مشاهده میکنید کورتکس استخوان‌ها در محل شکستگی زخیم و به اصطلاح کورتیکه شده و جوش نخورده. شواهد نشون میده که دیلی یونیونه و حالا یا اینکه دیر جوش خورده. این یک شکستگی نان یونیونه که استخوان فیبولا اصلا با هم دیگه ارتباطی ندارن و جوش نخورده. مل یونیون اینجا شکستگی قبلی بوده، شکستگی چند تیکه‌ای بوده که با زاویه نامناسب جوش خورده. و AVN که کلاپس سر استخوان فمور و افزایش دانسیته استابولوم و سر فمور و کوچک شدن سر استخوان فمور مطرح کننده AVN. خب ساپریوسال ریاکشن شدید را شما ملاحظه می کنید. این کورتکس استخوان خودش هست و لایه های ساپریوسال ریاکشن چند لایه و وسیع. میوزیت اوسیفیکان مریض ترومایی بوده در قسمت ناحیه تاندون آشیل و پشت استخوان های ساق پا به صورت استخوانی شدن عضلات و تاندون. استودیستروفی سودک رو ملاحظه میکنید که دانسیته استخوانی کاهش پیدا کرده، استخوان ها به هم دیگر نزدیک شدن و حالت کلاپس مانند و پوزیشن خاص انگشتان. خب در مورد تروما در بچه ها، معمولا شکستگی در لاور آرم و فورم آرم و در کل در اطراف آرنج شایع‌تر از اطفال. شکستگی گرین استیک یا ترکه‌ای شایع است. خب خدا رو شکر جوش خوردگی یا هیلینگ به سرعت اتفاق میفته و اون اقتضای سنی ریمودلینگ باعث میشه که الائنمنت استخوان بدون دفورمیتی شکل بگیره و حتی شکستگی های کامپرس و
فشرده شده بادی مهره ها در بچه ها ممکنه به صورت کامل ریکانستراک بشه و شکل طبیعی خودش را حفظ بکنه. یک نمونه از شکستگی ترکیه یا گرینستیک را ملاحظه می کنید که خم شده و کورتکس دچار شکستگی شده از یک طرف. سارتر هریس شکستگی های ناحیه اپیفیزه که 5 تایپ داره. تایپ 1 خود فیز میشکنه و فاصله میگیره. تایپ 2 خود فیز میشکنه و به سمت متافیز گسترش پیدا میکنه. تایپ 3 فیز میشکنه و به سمت اپیفیز گسترش پیدا میکنه. تایپ 4 درگیری هم متافیز هست و هم اپیفیز. تایپ 5 هم به صورت کامپرس یا کراش فرکچر ناحیه فیزه که به هم دیگر فشرده میشه. خب اسلیپ فمورال کپیتال اپیفیز را داریم در بچه ها که معمولا سنین آدولسنت که محدودیت در اینترنال روتیشن دارن اتفاق میفته. سنش بین 10 تا 14 سال هست. معمولا در بچه های چاق اتفاق میفته. حالا ممکنه که شرح حال شکستگی رو بدن یا ندن. تشخیص زود هنگام خیلی مهمه. علائم رادیولوژیک معمولا محو شدگی متافیز دیده میشه و دیسلوکیشن سر فمور از استابولوم، از حفره استابولوم میبینید که سر فمور یه حالت لغزش روی نک فمور پیدا میکنه و میچرخه داخل استابولوم و صفحه رشد واید میشه و گفته که سوپریور اون خط یا لاین سوپریور نک پرولانگ میشه، یعنی حالت طولانی طویل میشه نسبت به یک استخوان فمور نرمال. خب در مورد نان اکسیدنتال اینجری ها، تروماهایی که غیر از تصادف هست، بتر چایلد سیندروم یا چایلد ابیوز هم بهش میگن. ویژگی هاش اگر مالتیپل فرکچر توی استیج ها و زمان های مختلف جوش خوردگی ببینیم، یعنی چند مدل شکستگی در چند زمان ببینیم که در حال جوش خوردگی باشه. مارجینال شکستگی متافیز مارجینال با و بدون درگیری اپیفیز ممکنه ببینیم. اوسیفیکیشن های حجیم ساپریوسال ممکنه دیده بشه و معمولاً از یک شیکینگ شدید و یک ضربه های شدید تکان دهنده که آسیب زننده به بچه ایجاد میشه. خب تایپ های شکستگی رو اگه بخوایم بگیم، تروماتیک هست، پاتولوژیک هست، استرس فرکچر و شکستگی فتیگو تقسیم میشه. خب یک مدل از استرس فرکچر معمولا توی شفت تیبیا شایع هست. شکستگی مارش فرکچر یا شکستگی سربازان که حالا رژه میرن، معمولا نک متاتارس ها اتفاق میفته و اسپوندیلولیستزیزی که در نتیجه استرس فرکچر یک یا هر دو تا نورال قوس عصبی که معمولا از ناحیه پارس اینتر آرتیکولاریس ضعیف شده اتفاق میفته. خب تروماهای رژیونال اسکلتال معمولا حالا چست اینجری در قفسه سینه، شکستگی ریب فرکچر را داریم که همراه با پلورال افیوژن هست. ممکنه که همونوموتوراکس همراهش باشه و معمولا همراه با آنفیزم های زیر جلدی و کانتوژن ریوی و یا لسلیشن و پارگی اتفاق میفته. فلش ها شکستگی دنده ها رو نشون میدن. پلورال افیوژن همراهی با پلورال افیوژن. خب در مورد ترومای رژیونال اسکلتال بعدی، کلاویکولار فرکچر را داریم که معمولا میدل یا لترال شفت کلاویکل اتفاق میفته. ممکنه همراهی با
آکرومیو کلاویکولار، دیسلوکیشن آکرومیو، مفصل آکرومیو کلاویکولار باشه و یک کلاویکل دفرمه با اسکلروزیز فوکال توی اولد فرکچر ها مشهوده. اگر همراهی با دیسلوکیشن استرنو کلاویکولار باشه معمولا با واسکولار اینجری همراه است. خب در مورد مفصل شانه، شکستگی در گردن جراحی معمولا در دست هایی که به صورت اوت استرچ دست های کشیده شده، یعنی سقوط با دست کشیده شده اتفاق میفته. شایع ترینش آنتریور دیسلوکیشن. پوستریور دیسلوکیشن معمولا در تشنج ها و اسپاسم های شدید اتفاق میفته و ساین رادیولوژیش هم لایت بالب، یعنی مثل یک لامپ درخشنده هست سر استخوان هومروس. خب در شکستگی در دررفتگی های قدامی زایای هیل ساکس را داریم که به صورت وی شیپ در پوسترو لترال اسپکت هومرال هد هست اتفاق میفته. یک کورتیکال دیفکت که بهش هیل ساکس میگن. بنکارد لیژن را داریم که در شکستگی های ایمپکشن که ناحیه آنترو اینفریور گلنوید لبروم اتفاق میفته و شما الان تیکه استخوانی شکسته شده را در قسمت قدامی و تحتانی استخوان گلنوید مشاهده میکنید. بنکارد لیژن میگن. خب روتیتور کاف اینجری هم که در شکستگی های مداوم و دیسلوکیشن هایی که در مفصل شانه اتفاق میفته معمولا استخوان هومروس بالا میره و باعث پارگی روتیتور کاف میشه، یا پارگی روتیتور کاف باعث میشه که استخوان هومروس به استخوان به مفصل استنو ببخشید مفصل کلاویکولار بچسبه و نزدیک بشه، آکرومیو کلاویکولار، مفصل آکرومیو کلاویکولار. خب در بچه ها شکستگی سوپرا کندیلار استخوان بازو رو داریم که تقریبا 60% همه فرکچر ها هست در بچه ها و بر اثر سقوط با دست کشیده شده اتفاق میفته. معمولا دیستال فرکچر گفته که به سمت خلف جابجا میشه و میچرخه و یه فتپت ساین داریم که به خاطر اون همارتروز و جوینت افیوژنی که وجود داره اون فت اطراف استخوان بالج میشه و برجسته میشه و علتش هم اون کالکشن هست. شکستگی منتجیا را داریم که منتجیا فرکچر دیسلوکیشن میگن. شکستگی یک سوم فوقانی اولنا با دیسلوکیشن مفصل رادیو اولنار فوقانی هست. شکستگی گالزی را داریم که شکستگی یک سوم تحتانی یا دیستال استخوان شفت رادیوس با دیسلوکیشن مفصل رادیو اولنار تحتانی. خب شکستگی کالیس را داریم که دیستال استخوان رادیوس میشکنه و معمولا قسمت دیستال به پوستریور دیسپلیست میشه. اسمیت فرکچر یا ریورس کالیس هم میگن که قسمت دیستال به برعکس کالیس به قسمت قدام یا ونترالی جابجا میشه. شکستگی اسکافوید را داریم که در نمای پی ای و اوبلیک حتما باید گرفته بشه. مهمه. شایع ترین شکستگی ها در مچ دست هست و معمولا پروگزیمال پورشن دچار ای وی ان ممکنه بشه. لونید و پریلونید دیسلوکیشن را داریم که در لونید دیسلوکیشن توی نمای ای پی معمولا استخوان لونید به صورت تریانگولار یا مثلثی شکل دیده میشه، همونجوری که در فلش مشکی میبینید. خب در مورد پریلونیت معمولا همه استخوان ها به جز استخوان رادیوس به سمت خلف جابجا میشه.
در مورد اسپاین فرکچر ها ویج کامپرشن فرکچر شایع ترینه که معمولا ان پلیت ورتبرا اینتکت باقی میمونه و دیسک اسپیس تغییر نمیکنه ولی ارتفاع مهره کم میشه. پلویک فرکچر را داریم که سوپریور و اینفریور راموس پوبیس درگیر میشه، میشکنه. از ناحیه سیمفیز پوبیس ممکنه در رفتگی داشته باشیم. اسای جوینت ممکنه در بره و جابجا بشه. اینجری مثانه و یورترا ممکنه داشته باشیم و واسکولار اینجری و هماتوم پلویک همراهی داره. خب شکستگی های هیپ معمولا یا ساب کپیتالن یا مید سرویکالن یا بیزال سرویکال هستن و یا سابتروکانتریک هستن. شکستگی های استاتابولار همراهی داره و با دیسلوکیشن سیمفیز پوبیس هم میتونه همراهی داشته باشه. خب در مورد در رفتگی هیپ، برخلاف در رفتگی شانه، در رفتگی خلفی یا پستریور شایع تر هست. شکستگی شفت فمور معمولا توی مید شفت میشکنه. سوپراکوندال معمولا سوپراکوندیلار با گسترش به اینتراکوندیلار هست و یه شکستگی ترانسکوندیلار هم داریم که معمول در دیستال استخوان فمور هست. شکستگی پتلا به صورت سیمپل یا هوریزونتال یا کامینوتد یا ورتیکال هست. دیسلوکیشنش معمولا به سمت لترال هست. ویو استخوان کشکک هم ای پی و لترال باید گرفته بشه. آسیب زانو امارای نقش مهمی را ایفا میکنه در بررسی های لیگامان های کروشیت و کلترال لیگامان ها و منیسک ها و کپسول خود مفصل و بون مرو ادم استخوان های مجاور. خب یک امارای تیوان با نمای ساجیتال و تی تو با نمای ساجیتال جهت نشان دادن ACL و PCL که لیگامان های صلیبی بهشون میگن، استخوان پتلا و دیستال فمور، پروگزیمال تیبیا و این هم تاندون پتلا. در مورد انکل اینجری ممکنه که شکستگی هر دو قوزک داخلی و خارجی را با هم داشته باشیم. شکستگی های استخوان تارسال معمولا بخصوص استخوان های تالوس و کالکانال ممکنه بشکنه. حتما در سقوط های بلند، سقوط از بلندی جستجو برای شکستگی کالکان پاشنه یا کالکانال باید صورت بگیره. در مورد تروماهای هد یا سر کلینیکال اگزم نقش مهمی رو ایفا میکنه. ویوهای ای پی و لترال عکس ساده حتما باید گرفته بشه. برای اسپاین سرویکال اسپاین اینجری ای پی و لترال ویو خیلی مهمه. ترانس لترال ویو جهت استخوان‌های نخاع گردنی حتما باید گرفته بشه که باید بدون چرخش سر بیمار صورت بگیره که آسیب بیشتر نشه. خب آسیب قوس مهره C1 ممکنه که یه طرفه باشه یا دو طرفه باشه که به شکستگی جفرسون میگن. شکستگی C2 معمولا با درگیری اودونتوید پروسس و بادی هم ممکنه بشکنه. خب اگه شکستگی پدیکل و لامینوها رو درگیر بکنه هنگمن فرکچر هست و اگر اسپاینوس پروسس یا اون زائده خلفی مهره درگیر بشه به اسمش کلی شولرز فرکچر میگن. معمولا شکستگی های ورتیکال استیبل هست و هوریزونتال ها آن استیبل. خب شکستگی بالا شکستگی جفرسون هست. شکستگی پایین که معمولا بادی مهره درگیر میشه هنگمن هست و اینم کلی شولرز
که اسپاینوس پروسس میشکنه. خب اسکال فرکچر توی گرافی ساده ممکنه لینئار باشه و معمولا شاخه نداره، ساده هست یا ممکنه که با حالت دپرس باشه، میتونه با نوموسفالوس همراه باشه، شکستگی ماستوئید همراهی داره و گلد استانداردش سی تی اسکن هست که با نمای برین و بون ویو گرفته میشه. خب اینتراکرانیال بلیدینگ اگه اکسترادورال باشه که بهش اکسترادورال هماتوما هم میگن، به صورت نمای بای کانوکس یا حالت عدسی شکل نمایش داده میشه. سابدورال هماتوما معمولا به صورت هلالی شکل هست و همراهی با شیفت میدلاین و مس افکتی که روی یک نیمکره ایجاد میکنه همراه هست. اگر اینتراکرانیال بلیدینگ باشه معمولا کالکشن های ایریگولار در بطن ها و خود پارانشیم مغز دیده میشه که نوای هایپردنس را در شاخ های تمپورال بطن و بیزال گانگلی های سمت چپ میبینید. همچنین ساب آراکینوید هموریج معمولا بین سالسایه ها و سیسترن های قواعد مغز پخش میشه. و اینتراونتریکولار بلیدینگ هم که در شاخهای فرونتال بطن سوم و شاخهای تمپورال همونجوری که ملاحظه میکنید گسترش پیدا میکنه. با تشکر از همکاران عزیز، خسته نباشید.